آموزش ساخت پنل گوگل نالج یا همون دانشنامه گوگل، روش کلیم کردن یا ادعای مالکیت کردن اون پنل، روش اضافه کردن عکس، اضافه کردن بیوگرافی، اون قسمت about، اضافه کردن لینک اینستا، کلن لینک هایی که میخواید اضافه کنید و کلن روش ساخت و روش ادیت کردنش رو بریم بهتون بگم. این پنل گوگل نالج خودم هست. قبلا شیوه قدیم باز شدن این پنل گوگل نالج این حاشیه سمت راست بود، اگرم زبون گوگلتون فارسی بود میومد سمت چپ، فقط هم یه کادری میومد اینجوری در نمیومد که مثلا عکس بیاد اینجا و اینکه موزیکا اینجا لیست بشه و اینکه این قسمت about من قبلا داشتم، خودم برش داشتم که بهتون میگم چجوری اضافهش کنید. اینم ژانرای موزیک، این لینک پلتفرما که خودش اتوماتیک اضافه شده، اینم لینک سام کلاب که خودش باز اضافه شده، لینکدین خودش اضافه شده، اینستا رو خودم اضافه کردم، این پیپل آلسو سرچ آرتیستایی که مطابق با سرچ شما میان اینجا لیست میشه. یه آپشن دیگه هم که میتونید داشته باشید، من الان اسم خودم فارسی سرچ کنم، به همون شیوه برای من میاره، اسم فارسیمو اینجا کنارش مینویسه. اینم بهتون میگم داستانش چیه. سوال اول اینه که این پنل گوگل نالج چجوری ساخته میشه که بعد من برم روش ادعای مالکیت کنم، کلیمش کنم. بچه‌ها، پروسه ساخت پنل نالج خودش اتوماتیک انجام میشه و زمانی اتوماتیک انجام میشه، برای بچهای موزیسین دارم میگم، شاخه موسیقی فقط، شاخه‌های دیگه کار نداریم. شاخه موسیقی زمانی خودش اتوماتیک ساخته میشه، اون منابعی که شما موزیکتون رو پخش کردید مثل اسپاتیفای که مهمترین‌هاشون هم همینا هستن، اسپاتیفای، اپل میوزیک، یوتیوب، این سه تا خیلی مهمه. شما وقتی موزیکتون رو اینجور جا پخش کرده باشید، ساوند کلاود و فقط یوتیوب نه، حداقل هم یک الی سه تا موزیک، و زمانی هم این پروسش کامل انجام میشه که از سه تا موزیک گذشته باشه. یعنی اگه شما یه دونه موزیک پخش کرده باشید و این پنل هم خودش اتوماتیک ساخته شده باشه، ناقصه. به عنوان مثال یکی از آرتیستا رو من براتون میارم، یکی از موزیکای خودم که باهاش همکاری کردم، مثلا اینجا علی رستگار. میبینید که فقط اینجا اسمش هست، هیچ چیز دیگه، هیچ گزینه دیگه اینجا نمیبینید. یه دلیلش به خاطر اینه که بیشتر این آرتیست پشت صحنه بوده، به عنوان ترانه سرا، به عنوان رایتر موزیک، به عنوان آرتیست اصلی، مین آرتیست توی گزینه‌ها نبوده، و اگرم بوده دو سه تا از موزیکا بوده، دو تا از موزیکا. یه آرتیست دیگه به عنوان مثال بهتون نشون میدم که سه تا، حداقل سه تا موزیکو به عنوان مین آرتیست، آرتیست اصلی پخش کرده، ولی کلیمش نکرده، ادعای مالکیت نکرده. میبینید که پنل براش ساخته شده، این قسمت سانگ هم که بیاید میبینید که سه تا موزیکو داره. و اگرم آرتیستی پنلش کلیم نشده باشه، اینجا قسمت سه نقطه که بیاید بازش کنید، کلیمد نالج پنل رو اگه بزنید، سعی کنیدم با وی پی ان، حداقل امکان با وی پی ان هم وارد بشید که کامل به نمایش در بیاد اون پنل. و اینجا اگه بنویسی get verified، یعنی این پنل هنوز وریفای نشده، هنوز کلیم نشده. یا یه گزینه دومی هم داریم، یه نکته دومی هم هست که خیلی حیاتی، حتما توجه داشته باشید. آرتیستایی که بار اولشون هست میخوان کلیم کنن، حواستون باشه، ممکنه با این پیام روبرو بشین توی سری از مواقع، یه سری از مواقع استثناء. این حتما به این معنی نیست که شخص دیگه اومده کلیم کرده، نالج شما دست برده. این برمیگرده به تنظیمات اکانت جیمیلتون. میایید اینجا این قسمت پروفایلتون، وارد منیج یور گوگل اکانت میشین، میایید این قسمت منیج یور دیتا اند پرایوسی، یکم میایید پایین، این گزینه وب اند اپ اکتیویتی. این حواستون باشه که روشن باشه، حتما این گزینه روشن باشه که بتونید باش کارهای ادیت و کلیم کردن رو انجام بدید توی این صفحات وب و این چیزا. حالا بریم برای کلیم کردن، پر کردن فرم. همون مثال خودمون، یکی از دوستای خودم رو براتون بیارم که هنوز کلیمش نکرده. توی سرچ وقتی اسم خودتون رو سرچ میکنید، اسم آرتیستی خودتون رو کامل سرچ میکنید، باید پنلتون رو بیاره بعد از پخش 3-4 تا موزیک، 3 تا موزیک. و اینکه اگه نیوورد احیاناً کنارش یه اسپیس بزنید، میوزیک بنویسید. ممکن اسم بعضی اسم آرتیستی های تشابه اسمی داشته باشه، کنارش یه میوزیک بنویسید که اینجا اگه پیداش کنه میاره. اینجا سه نقطه، وقتی میاد روی سه نقطه، claim this knowledge panel براتون به نمایش در میاد. روی این گزینه کلیک میکنید، اینجا get verified کلیک میکنید. حواستون هم باشه با چه جیمیلی میرید کلیم میکنید، و حتما هم ترجیحاً جیمیلی باشه که باش رفتی توی اون سرویس پخش کننده ثبت نام کردید، ترجیحاً جیمیلی باشه که باش کانال یوتیوبتون رو ساختید و موزیکای خودتون رو داخلش آپلود کردید. تمام ایمیلاتون توی هر سایتی، توی هر سرویسی حداقل امکان یکی باشه که توی کلیم کردن توی اسپاتیفای حتی مشکلی به اون صورت براتون به وجود نیاد. حتما قرار نیست کار بکنید، ولی ترجیحاً
حواستون باشه که همه ایمیلاتون یکی باشه. میگه که اسم این fearless اسمیه که شما هستید که میخواید کلیمش کنید، مینویسم yes. دومیه میگه که شد نو yes. دومیه دوتا گزینه داره، اولیه میگه که یکیشو باید انتخاب کنیم. اولیه میگه که من این شخصه هستم، دومیه میگه که من این شخص نیستم ولی منیجش میکنم، نمایندش هستم، که من فرض میگیرم این شخصه هستم، اگه اسم آرتیستی خودم هست تغییرش دادم، این شخص I am this person، این شخص هستم. اگه شما نماینده اون فلان آرتیست هستید میشه گزینه دوم. توی بخش بعدی میگه که چرا داری ادعای مالکیت میکنی که این آرتیست تو هستی، و در حد یه جمله انگلیسی بنویسید که من پرودیوسر و کامپوزر با همچین اسم آرتیستی که حدوداً هم 10 سال اینجا نوشتم که about 10 years 10 سالی که دارم فعالیت میکنم. اسم قانونی و آدرس و ایمیل و فون نامبر، شماره تلفن، کریدیت کارت، این اطلاعات شخصی نمیخواد بنویسید. در حد یه جمله بنویسید که من پرودیوسر و کامپوزر این آرتیست که 10 سالم است دارم فعالیت میکنم. حالا بخش بعدی، این قسمت خیلی مهمه. اینجا باید اسمتون و اسم قانونیتون رو اینجا بنویسید و زبونش هم حتما مطابق با کارت شناساییتون باشه. اگه پاسپورت دارین انگلیسی بنویسید، اگه کارت ملی ایرانی دارید که فارسی بنویسید که بعدا برای احراز هویت کمکمون میکنه. اینجا کشورتون رو مشخص میکنید، United States آمریکا فرق نمیکنه، همون آمریکا بذارید باشه، اشکال نداره. من خودم بار اولام که خواستم کلیم کنم توی ایران هستم، آمریکا گذاشتم باشه، زبونش هم که انگلیش بذارید باشه. و میرسیم به قسمت احراز هویت. اینجا سندتون رو آپلود میکنید، چجوریه؟ عکس از خودتون میگیرید به همین شیوه که اینجا داره بهتون نشون میده، سلفی با کیفیت. توی دستتون هم کارت ملی میگیرین، سمت چپتون میگیرید، کارت ملی ایرانی هم اوکیه، من خودم از کارت ملی ایرانی استفاده کردم، باش دو تا پنل نالج اوکی کردم، هیچ مشکلی نداشت. شما هم با کارت ملی، با گواهی نامه، با گواهی نامه ایرانی هم باز اوکی، کارت ملی ایرانی رو استفاده کنید. پاسپورت اگه داشته باشید که فوق‌العاده است. عکستون رو اینجا آپلود میکنید، یه گزینه اینجا داره، این تیکو اگه بزنید میتونید یه عکس دومی هم آپلود کنید، مثلا اگه بد کیفیت بود من از اعتیاد یه عکس دیگه هم بگیرید. میریم پایین‌تر یه سری مدارک دیگه براشون بفرستیم. اینجا سه تا الان دو تا داره بهتون نشون میده، دو تا فایل میتونید آپلود کنید، ولی من میکنمش سه تا. اینجا سه تا فایل ما میخوایم آپلود کنیم. اینجا میتونید آیدی اینستاتون بنویسید و اینجا اسکرین شات از صفحه اول اینستاتون بذارید، یا مثلا آیدی یوتیوبتون رو اینجا بنویسید، آدرس آیدی چنل یوتیوبتون رو اینجا بنویسید و یه عکس اسکرین شات از صفحه اول یوتیوبتون که نشون بده منیج ویدیوز روشنه و نشون بده که مال شما است. یه اسکرین شات ازش میگیرید، یا دسکتاپ یا گوشی فرقی نمیکنه، یا آیدی اینستا میذارید یا آیدی یوتیوب. میتونید اینستاتون رو اول اینجا اضافه کنید، اسکرین شات از صفحه اول اینستاتون. دومیه برای یوتیوب باشه، اسکرین شات از صفحه اول یوتیوب. سومیه مثلا توییتر باشه، میتونید از صفحه اول توییترتون قسمت پروفایلش اسکرین شات بگیرید و اینجا آپلودش کنید. حداقل دو تا یا سه تا، ترجیحاً سه تا داشته باشید، سه تا براش آپلود کنید و پایین ترش این تیکو میزنید، اینجا سابمیت روشن میشه، دیگه ساب میکنید، حد اکثر هم یک ماه این هولوش ساب کنید و برید چک کنید، احتمالاً ایمیل براتون ارسال نمیشه. اگرم ایمیل براتون ارسال شد بهتون خبر میده که اگه تایید شد تایید شده، اگه مشکلی هم داشت بهتون میگه. ایراد بیشتر بچه ها از همین قسمت سلفی هست که کیفیت خیلی اونقدر استاندارد نیست و مشکل از کارت ملی نیست، مشکل از کیفیت هست. و البته اگه زیر 18 سال هستید میتونه مشکل از اونم باشه احیانه، و زمانی هم نشون میده که کلیم شده این اکانت توسط خود شما که این بالا قسمت ساجس ادیت براتون فعال بشه، این قسمت مداد روش که میزنید میتونید هر قسمتیشو ادیت بکنید. اول از عکس شروع کنیم. خب حالا اینجا چون من قبلا عکس اضافه کردم اینجا روش ادیت میاره، ولی خب طبیعتاً شما که بار اولتون هست چیزی به نام عکس، اصلا چیزی به نام ادیت این قسمت ندارید، باید بیاین قسمت جنرال فیدبک اینجا کلیک میکنید. اینجا هر درخواستی که خواستید، چه بیوگرافی، چه عکس، چه اضافه کردن لینک اینستا، پیج اینستا، همه رو میتونید اینجا براش تعریف کنید درخواستتون رو. اینجا مثلا برای اضافه کردن عکس می نویسم که add image، یه دو نقطه میذارم، حالا اینجا بد نوشتم، یه دو نقطه میذارم enter. اینجا باید آدرس لینک عکسی رو بذارم که یک برم توی قسمت image اسم خودم رو سرچ کنم. الان اسم خودم رو اینجا سرچ میکنم توی گوگل و بازش میکنم قسمت image،
باید حتما سورستون از سمت قسمت ایمیج گوگل باشه و از اون برم سورس عکستون از سمت جایی باشه که معتبر باشه، مثل اسپاتیفای، مثل ساوندکلاود. مثلا اینجا این عکس رو من میخوام اضافه کنم، اینجا روش میزنم، اینجا متوجه میشید که سورس این عکس، منبع این عکس از اسپاتیفای میاد. همینو روش کلیک راست میکنم، اینجا گزینه کپی لینک ادرس، میام قسمت اون قسمتی که باید براش لینکو تعریف کنم، اینجا کنترل وی میزنم، پیست میشه. همینو داشته باشید، اینجا سند میزنم، این از درخواستتون برای اضافه کردن عکس. حتی اگه این عکسی که اینجا هست بعدن میتونه ویرایش بشه، عوض بشه، یه چند روز صبر میکنید خودش دیگه عوض میشه، میرید چک میکنید هر موقع که عوض شد عوض شد. برای اضافه کردن بیوگرافی، این قسمت about، اینجا به همون شیوه، یا اینکه اینجا خودش میتونید، حالا اینجا من چیزی ننوشتم پاکش کردم، اینجا میاد قسمت جنرال فیدبک، اینو من پاک میکنم، می‌نویسید که add bio یا add about، دو نقطه میذارم. بهتون گفتم که من قسمت about رو پاک کردم. چجوری پاک شده؟ توی قسمت ساوندکلاود هم اگه بیام، توی قسمت ساوندکلاود این قسمت aboutی که اینجا است، اینجا قبلا متنی بود من پاکش کردم، توی اسپاتیفای رفتم پاکش کردم، کلن پاکشون کردم، واسه همین خود گوگل آنالیز کرده، پردازش کرده، پاک شده. و شما وقتی اینجا بیوگرافی خودتون رو اضافه کنید، توی اسپاتیفای هم اضافه کنید، کلن هر پلتفرمی که دسترسی بهش دارین برید دسترسی اول بهش پیدا بکنید. بیوگرافیتون هم اگه میخواین اضافه کنین توی این قسمت گوگل نالج، برید بیوگرافیتون هم توی این تک تک این پلتفرما اضافه کنید. بعد لینک آدرسش رو بیاید اینجا پیست کنید. مثلا من اینجا توی ساوندکلاود بیوگرافی دارم، لینک آدرسش رو بر میدارم، میام اینجا پیستش میکنم یا اسپاتیفای میذارم. واسه اضافه کردن پیج و لینکدین و ساوندکلاود و اینجور چیزا هم همینجور. البته بعضی پیجا مثل همین ساوندکلاود، لینکدین خودش اتوماتیک اضافه شده، همون اول کار همه اینا رو اضافه نمیکنه. یه سریاش رو یک کم صبر کنید، ممکنه حالا 6 ماه صبر کنید، بستگی به فعالیت خودتون داره توی عرصه همین موزیک پخش کردن، چقدر فعال هستید، توی چه پلتفرمایی فعال هستید، توی یوتیوب فعال هستید یا نه. یوتیوب هم خیلی لینک به این گوگل نالج، اونجا هر چقدر فعال باشید، موزیکایی که اونجا توی ویدیوهاتون استفاده کردید، هر چی اونجا استفاده شده به اینجا لینک میشه. و یه وقتایی هم ممکنه مثلا این قسمت ژانر، اون سبکی که اینجا نوشته مطابقت نداشته باشه با سبک شما، اشتباهی پیش اومده باشه، میایین قسمت این پرچم کناریش و اینجا مشخصش میکنین، اینجا قسمت ژانر، اینجا مثلا الکترونیک میوزیک جزو سبک من نیست، برش میدارم، اینو درستش میکنید، اینجا سند میزنید، ساب میکنید تا تغییراتش اعمال بشه. بقیهش هم به همین شیوه. حالا یه وقتایی هست که موزیکتون اشتباهی رفته توی پنل دیگه ای، یا یه پنل دوم براتون ساخته شده، یعنی ممکنه مثلا این سویل دیلمی دوتا باشه، برای خودم پیش اومده یه پنل دیگه برام ساخته شده، موزیکای جدیدم رفته توی اون. توی چنین مواقعی میرید داخل پنل اون بنده خدایی که موزیک شما داخلش هست، میاد کنار اسمش موزیکال آرتیست، روی سه نقطه سند فیدبک کلیک میکنید که این باکس باز بشه، جنرال فیدبک کلیک میکنید و اینجا چند تا موضوع رو بهتون نشون میده که داره میگه مشکل شما مرتبط با کدوم یکی از اینا هست. اگه هیچ کدومش نبود، که هیچ کدومش نیست، میاد روی گزینه something else، گزینه آخر، و اینجا مینویسید که I have a track، اسم track رو مینویسید، من یه تراکی دارم، مثلا اسمش زمرد، اسمش هم بنویسید که توی این پنل هست که مال منه، in this panel which is mine. یه اینتر میزنید، لینک پروفایل اسپاتیفایتون رو میذارید که همین ترک هم شاملش بشه، داخلش باشه واقعا. یه اینتر دیگه میزنید، این خیلی مهمه، لینک گوگل نالجتون رو اینجا وارد میکنید. من میام توی گوگل نالج خودم سه نقطه کنارش میزنم، اینجا گزینه شیر داره، میزنید روش، این میشه لینک گوگل نالجتون، روش میزنید که کپی بشه و اینجا پیستش میکنید. همینو داشته باشید و اینجا باید بزنیم something else، این گزینه رو هم تیکشو بزنید و سابمیت. حالا چیکار کنم که اسمم فارسی بنویسم هم برام بیاره؟ اینجا من یه اسم خودم فارسی بنویسم. اینم بهتون بگم بچه ها، تا یادم نرفته، با اکانت جیمیلتون همزمان میتونید دوتا پنل گوگل نالج رو کلیم بکنید، مشکلی نداره. من الان خودم این پنل رو دارم که به اسم خودم هست، یه پنل دیگه هم هست، الان اینجا توجه داشته باشید که
اینجا بهتون نشون میده که این پنل توسط خود شما داره مدیریت میشه. اینجا جیمیلتون رو بهتون نشون میده. و اینجا میام اسم آرتیستی دیگه دفکود، اینجا هم جیمیل خودم هست. این پروژه هم دست منه. دو تا پنل رو من دارم. با اینکه اسمش با اسم آرتیستیم با جیمیلم همخونی نداره، ولی این امکان هست که همزمان در آن واحد دو تا پنل رو داشته باشید، منیج کنید. برگردیم به این فارسی نوشتنش که چجوری وقتی فارسی مینویسیم پنل خودمون رو باز کنه. کاری نیست که دستی انجام بدید. فقط کاری که باید بکنید این که توی پیج اینستاتون اسم خودتون نوشته باشید فارسی. اگه اینستا ندارید ولش کنین. اگه یوتیوب دارید توی قسمت تگ SEO اونجا حتما اسم خودتون رو فارسی اضافه کرده باشید، قسمت تگ کانالتون. لینکدین اگه ندارید میتونید بسازید، اونجا هم قابلیتی هست که اسم خودتون رو فارسی نوشته. کلا پلتفرمایی که اسمتون فارسی ذکر شده، حالا میتونه یه سایت ایرانی هم باشه، ممکنه به اونم مرتبط باشه، تا یه حدی مرتبط هست، به آپارات تا یه حدی مرتبط هست، ولی مهمتریناش همین اینستا، یوتیوب، اینا خیلی تاثیر داره. واسه گوگل وقتی میخواد اسم شما رو پردازش کنه به هر اسمی میتونید سرچ کنید و کاری هم نیست که دستی انجام بدید. فقط کاری که باید بکنید این که توی پلتفرما فعال باشید و اسم خودتون رو ذکر کرده باشید، چه فارسی چه انگلیسی. و واسه پخش موزیکاتون به صورت رایگان، بچه‌ای که میخوان موزیکاشون رو رایگان پخش کنن توی ساوندکلاود، اپل میوزیک، یوتیوب، تایدال، اسپاتیفای و این بر بچه‌ها، گوگل نالج هم براشون راحت ساخته بشه، مشکلی به وجود نیاد، کلا رایگان باشه همه چیز، این ویدیو رو پیشنهاد میکنم. همین تا درودی دیگر، بدرود.